به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. به ویدیو در مورد environment variable ها در داخل بحث authentication صحبت میکنیم. ما به جلسه پیش اگر یاد شما باشه، وقتی که روی از این library management system کار میکردیم، به اینجا ما یک چیز به نام secrets داشتیم به داخل configuration از این کوکی که به نام پاسورد کی اسم رو گذاشتیم. حالا این میتونه هر چیزی باشه، این میتونه هر سیکرت باشه. سیکرت ها زمانی که روی یک انترپرایز اپلیکیشن کار میکنیم باید در داخل گیت هاب یا به هر جای دیگه باید پابلش نشه یا باید دیپلوی نشه. مثلا شما پروژه در داخل گیت هاب میندازونیم، خب باید فایل index.js باشه، ولی داخل از این فایل اگر سیکرت شما به یالت باشه که قابل خانایی برای هکرها و ممکنه که به دلایلی از این استفاده کنم و اپلیکیشن شما رو هک کنم. به خاطر توصیه میشه که شما سیکرت کیا که حالا مربوط به میتونه مربوط به AWS باشه، مایکروسافت آژور باشه، گوگل باشه یا هر سیکرت کی دیگه که مربوط به اتنتیکیشن یا دیگه چیز میشه، شما هیچ وقت نباید سیکرت ها در داخل گیت هاب پابلش کنیم. و خوبی های هم که داره اینه که از لحاظ امنیتی زمانی که شما سیکرت داخل گیت هاب پابلش نمیکنیم، اینه که هیچ کس نمیفهمه که سیکرت شما چیه، چون او پابلش نمیشه داخل گیت هاب و این باعث میشه که امنیت اپلیکیشن شما بالا بره. دیگه ای که ممکنه شما با آینده بروی از این اپلیکیشن تغییرات وارد کنیم، والا اگر تغییرات مربوط به سیکرت باشه، ممکنه این سیکرت شما به 100 جا استفاده کرده باشیم، باید بیاین کد بیس تغییر بدیم، یعنی به 100 جا تغییرات روی سیکرت ایجاد کنین. پس راه حل ساده تر اینه که سیکرت داخل یک فایل دیگه باشه و شما مستقیما انوایرمنت وریبل خود که تغییر بدیم، اون سیکرت تغییر میکنه و به تمام اپلیکیشن نیاز نیست که شما تغییرات ایجاد کنین. برای از این کار یک پکیج وجود داره اینجا به نام انوایرمنت یا dot environment package که مربوط به node.js میشه و برای از اینکه ما از این استفاده کنیم، باید این پکیج حتما نصب در داخل اپلیکیشن خوب بکنیم. کامند npm install dot environment میزنیم و ایمیل روی پکیج یا روی پروژه شما نصب میشه و بعد به یالت رو میتونیم کانفیگور کنیم. متد config در حقیقت میایه اینجوا بگفته که خیلی مهمه، به خاطر که پروسس ما میای کانفیگور میکنه و ما میتونیم بعد از اینکه از این استفاده کردیم بیایم متد پروسس در انوایرمنت کال کنیم و انوایرمنت وریبل اخر به طریق کال کنیم. مثلا میبینیم باکت مربوط به سرویس استری آمازون وب سرویسز میشه، به اینجا ما در داخل انوایرمنت وریبل ای استری باکت ای در حقیقت یک سیکرتیه این داخته که میتونه یک پرایویت کی باشه، میتونه پابلیک کی باشه یا هر چیز دیگه، مثل که اینجا شما میتونیم ببینیم. خب ما مهم که از همه استفاده کنیم. برای از این کار ما باید اول بریم در داخل ویس کود پروگرام خور بسته میکنیم و کامند کلیر میتونم که اینو پاک شه و اینجا میگم که npm i dot environment و بعد از اون انتر میزنم که ای پکیج dot env node.js نصب شه. اگر داخل پکیج .json بریم میبینیم که به اینجا الگ دات انوایرمنت نصب شده. بعد از میتونیم ما بریم در داخل ایندکس و میتونیم اینجا بیایم ایمپورت کنیم. مثلا بگیم که ایمپورت کن انوایرمنت از داخل دات انوایرمنت بیالت. خب انوایرمنت مال اینجا هست و بعد از گفتیم که باید از فانکشن چی استفاده کنیم، environment.config. اولین فانکشن یکی اینجا ما استفاده میکنیم که بتونیم از این انوی استفاده کنیم که وریبل های که در داخل انوایرمنت وریبل بگیریم. و برای از این کار حالا میایم در داخل پروژه، در داخل روت دایرکتوری خو میایم به اینجا مثلا به جایی که index.js مونه یک فایل به نام یا با پسوند داد اینوی تیار میکنیم. ببینیم داد اینوی وی فایلی که ما در داخل گیت هاب نمیندازیم. یاد شما ما بحث گیت بخوندیم و داخل گیت اگنور ما میایم داد اینوی خور اضافه میکنیم که داخل گیت هاب نفته و در داخل داد اینوی معمولا برای سیکرت کیا به یالت نامدهی میشه. مثلا به اینجا شما میتونیم بگیم سیکرت مثلا کی یا مثلا AWS مثلا ID
یا اکسس کی بیاند و بعد از آن قیمت دهیم. مثلا اینجا هسته مای سیکرت کی. چیزی که اینجا مهم اینه که به اینجا دیگه شما کانستانت آوری بله اینو نداریم، در حقیقت یک نامی برای از سیکرت خود میدین که توسط این وی میتونیم به این نام دسترسی پیدا کنیم. پس به اینجا من میگم که حالا اسم از این مثلا باشه مای سیکرت کی، هر نامی میتونیم بدیم و قیمتی هم هرچی که هسته توسط اندرسکور معمولا نام جدا میشه و این سیف میکنیم. ولی در داخل ایندکس به جایی که ما مثلا پسورد کی داریم به اینجا میگم میگیم بیا تو از انوایرمنت وریبل استفاده کن. پس میگیم environment.process البته process.environment. بعد از اسم سیکرت ما که هسته my underline secret underline key ایر سیف میکنیم. حالی در حقیقت داخل GitHub هر وقتی که کسی ایندکس داد جیس باز کنه این چیزی میبینه دیگه، این نمیفهمه که secret key چیه چون ما این environment variable داخل GitHub نمیدازیم. این میتونه هر چیزی قیمتی و باشه، به حالت امنیت اپلیکیشن ما بالا میره. مثل از این میتونه شما برای از اینا هم استفاده کنیم. مثلا بیایم اینجا بگیم برای یوزر بیا استفاده کن، میتونیم اینجا بیایم تیار کنیم یوزر کی مثلی به مثلا پوستگرس. دوباره میاییم اینجا دیگه به داخل ایندکس میتونیم که اینا کلند کپی کنیم و به اینجا پست کنیم و بعد از به اینجا مثلا هاست تیار میکنیم، میگیم مثلا میشه به یه چیز دیتابیس، مثلا میشه به یه چیز و پسورد، مثلا میشه به یه قیمت. خب یوزر را که اضافه کردیم خب کاما برای از اینو میدیم که اینا توسط کاما هر کدوم جدا شه. خب حالا ما میتونیم به جای قیمتایی که داخل ایندکس هسته بیم از اینا استفاده کنیم. یعنی در داخل ایندکس به جای از این میتونیم بگیم process.environment.user مثلا کی، فکر کنم هم میتونیم بگیم اسمی یوزر کی درسته. بعد به جای لوکال هاست میتونیم بگیم process.environment.host. به جای دیتابیس میتونیم بگیم process.environment.database و به جای پستگریس پسورد هم میتونیم بگیم که به خاطر که پسورد نباید نمایان باشه و یا هر دیتایی که مایم اونا رو دیگه کس نبینه، میتونیم ما از همین process environment variable ها خود استفاده کنیم .password. حالا اگر سیف میکنیم میایم اپلیکیشن خود دوباره رن میکنیم، میگیم که node index.js و بعد از او خب ببینیم که اینجا مشکل از چیه. خب این پسورد دارم اینجا اسپلی و اشتباه نوشته کرده بودم، پسورد میکنم پس و این رن میکنم. میبینیم که روی پورت 3000 اجرا شد بدون کدام کامه. اینجا ما اینا رو اضافه کردم به خاطر که میبینیم شما اینجا ما کامه داریم تو وسط کامه اینجا ما جدا کردیم. پس داخل سیکرت کیا ما کامه خور اضافه نمیکنیم. حالا اگر ما بیایم این رن کنم میبینیم شما دقیقا همون آوتپوتی که قبلا داشت حالا هم باید داشته باشه. یعنی قبلا ما میتونستیم ثبت در سیستم بزنیم و بیایم اینجا مثلا x4@gmail.com رمز مثلا آدرس ثبت کنیم. خب ایمیل میگه قبلا ثبت شده وارد چیم بایی. خب میام یه دفعه اکس مثلا 5 میکنم، میگم رمزم یک دوستی باشه، میبینه که ثبت شد و لاگین شد و به همین ترتیب میتونه که یوزر بیایه مثلا لاگین شه با x4x5@gmail.com با رمز یک دوستی باید بتونه وارد سیستم شه. یعنی به این حالت شما در حقیقت سیکرت کیا یا دیتا هایی که خیلی مهمه در داخل کد استفاده میکنین توسط داد environment میتونیم اینا شما هاید کنیم و از دید دیگه اشخاص که در داخل ریپوزیتوری شما ممکنه پابلیک باشه و اونا کد ببینن اونا رو میایم هاید میکنیم.
و سطح امنیتی اپلیکیشن خود میتونیم بالا ببریم. تشکر، موفق باشیم، وقت خوشی داشته باشیم، خدا نگهدار.